ایران ما کهن سرزمین پهناور پارس، دیار شگفتی ها و تفاوت هاست. به موجب تنوع آب و هوایی، گوناگونی اقلیم و جلوه های بی‌بدیل طبیعت، کشور ما به سرزمین چهار فصل معروفه. ناهمسانی و ناهمگونی در این ملک موجب شده که ما نظاره‌گر تنوع بسیار در زمینه های نظیر زبان، آیین ها، آداب و رسوم، معماری کهن، غذاهای محلی، لباس‌های رنگارنگ، صنایع دستی، هنرهای زیبا، بازی‌های بومی و نمونه‌های این چنینی فراوانی باشیم. من مهدی منیری، عکاس، مستندساز، عاشق طبیعت بکر سرزمین مادریم ایران و دوستدار سنت‌ها و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، با سفر به مناطق دور و نزدیک همراه و همگام با مردمانش زندگی می کنم تا در مجموعه مستند به نام پارسین زیبایی های نادیده و ناشناخته‌ای که ریشه در فرهنگ ها و خرد فرهنگ های اهالی این سرزمین دارند و امروزه در حال کمرنگ شدن و نابودی هستند رو به تصویر بکشم و به شما ارائه کنم. ترکمن‌ها از معروف‌ترین اقوام ساکن در ایران هستند. قومی با فرهنگ‌ها و خرد فرهنگ‌های بی‌نظیر. مردمانی که امروز ترکمن نامیده می‌شوند، قبلاً غوز و یا اوغوز نامیده می‌شدند که این اسم از نام جد مشترک اونها یعنی اوغوز خان گرفته شده بود. هنوز وجه تسمیه این قوم به صورت روشن و قطعی مشخص نیست و در اینکه چرا ترکمن نامیده شدند، ایده های مختلفی وجود داره. برخی عقیده دارن که در جواب سوال تو کی هستی گفتن ترکمن، یعنی من ترک هستم. گروه دیگه‌ای معتقدن که ترکمن همان ترکمانن بوده که رفته رفته به ترکمن تبدیل شده و عده دیگه‌ای هم به این نکته اشاره دارن که ترکمن ها اولین گروهی از ترک ها بودن که اسلام آوردن و لفظ ترکمن مخفف ترک مسلمان هست. به هر صورت ترکمن‌ها گروهی از زرتشتان هستند که احتمالاً در گذشته‌های دور محل زندگیشون در کشور مغولستان بوده، سپس کم کم به ایران و ترکمنستان اومدن. در برهان قاطع هم اومده که ترکمن‌ها یعنی اوغوزها نخست در مغولستان زندگی می‌کردند. در دایره‌المعارف چینی قرن هشتم هم گفته شده که ترکمن‌ها در غرب زندگی کرده و در اونجا توکومونگ خوانده می شدند. امروزه این قوم در کشورهای ترکمنستان، ترکمن صحرای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق زندگی می کنند. Thank you.
چون یار جفا پیش نمد مال بود، ما پیر نمد پوش و قلندر باشیم. یکی از ساده ترین انواع فرش ها نمده که در شهرهای مختلف ایران اسامی گوناگونی داره. در اصل نمد واژه‌ای پهلویه با تلفظ اصلی نمت که در بیشتر موارد مردم به عنوان یک زیرانداز یا فرش از اون استفاده می کردن یا قلندران و صوفیان از اون کلاه، نیمتنه، بالاپوش و چیزهای دیگه می ساختن و می پوشیدن. نکته‌ای که باید بهش توجه بشه نمدهایی هست که درش رنگ‌های مختلف در نقاط مختلف استفاده میشه. این نمدها مخصوص آلاچیق نیستن. این نمدها برای زیر پایی ازشون استفاده میشه. در زبان ترکمنی به نمد میگن کچه. چه نمدهایی که برای زیر پا ازش استفاده میشه، چه نمدهایی که در آلاچیق استفاده میشه بهشون کچه گفته میشه. نمدمالی کهن‌ترین روش فراهمسازی زیرانداز به حساب میاد و از هنرها و صنایع دستی دیرین و اصیل ایران زمین به شمار میره. برای ساخت این محصول به هیچ دستگاه خاصی نیاز نیست. فرش بافی و نمدمالی بیشتر در مناطقی مرسومه که مردمانش به دامداری مشغولن. اطلاع زیادی درباره این که برای نخستین بار نمد در کجا تهیه شده در دست نیست. تنها مدارک موجود اسنادی چینی هست که مربوط به 2300 سال قبل از میلاده و حاکی از اینه که در اون زمان نمدهایی به شکل پادری، زره و حتی سپر وجود داشت. در حدود سال 1948 و 1949 در منطقه پازیریک آسیای مرکزی از گورهای تپه مانندی متعلق به ایران دوره هخامنشی قدیمی ترین نمونه هایی از نمد به دست اومده که به شکل یخ زده بودن. کندم سریع تر بریزم. جان نه. بلدم. هیچ چیزی واقعا سختی هم نیست. واسه زن سخته. آبا آقایون هم پس کار نمی کنن. پس قبول دارید من بیام شاگردتون بشم؟ آره گر می خواهیم پس. آره بعضی وقتا خودم میرم رو دیوار من میرزم. رو دیوار؟ آره. آره رو دیوار آخو مسلط ترین، راحت ترین. خب این از زیرش باید رد چه؟ دیگه مثل خیلی از جاهای دیگه که نمدمالی در اونجا انجام میشه، اینجا هم پشمای گوسفند رو بعد از چیدن نمیشورن که موادی که در داخلشه اون چسبندگی از بین نره، به خاطر چربی، نمک، حالا موادی که از بدن گوسفند پشم منتقل میشه. کسایی که نمدمالی میکنن دیگه احتیاج به ورزش فکر نمیکنن داشته باشن. به اندازه کافی به بدن فشار میاره و بدن رو درگیر میکنه. من مثل یه محکم میکشم، همش این سمت نمد میاد به سمت من، اون بر فاصله میگیره. من شایعه خوبی نیستم. من محکم میکشم، این میاد سمت من. آره؟ من آرومتر میکشم.
در گذشته به جای نمدمالی، نمدگری و کسی رو که در این شغل اشتغال داشت، نمدگر می گفتند و نمدپوش کسی بود که لباسی نمدی پوشیده باشه. همچنین کنایات ویژه نمد نیز متداول بود. به طور مثال، نمد افکنده به کسی می گفتن که در جای اقامت کرده بود و یا مقصود از نمد پاره بضاعت و معیشت اندک بود. در طب عامیانه هم وقتی کسی خراش و زخمی برمی داشت، نمد رو می سوزوندن و سوخته اون رو بر روی زخم می گذاشتن که موجب انعقاد خون می شد. نمد از حیث مشخصات فنی و طرح و نقش بسیار جالب و متنوع و نمدمالی کاری تحسین برانگیز و درخور ستایشه. تولید فرش‌های نمدین به مراتب ساده‌تر از تهیه سایر فرش‌ها نظیر قالی، گبه و گلیمه. با اینکه از لحاظ مقدار مواد اولیه مورد نیاز تفاوت چندانی با قالی و گلیم نداره، با این حال به خاطر سهولت و سرعت عمل تولید بسیار ارزان‌تر از اون هاست. هم رفیق ترکمن منه که اسمش آقا عامره. کار طاقت فرسای نمدمالی توسط خانم‌های ترکمن حدوداً 2 ساعت طول می‌کشه و باید مداوم این نمد زده بشه تا اون کیفیت خاص برسه. بیا به من شکلات بده. عامر عامر تحویل نمیگیره ما رو. عامر، همونجوری که مشخصه یک بار نمد رو از سمت ارزش لوله کردن و زدن و باز شد، دوباره از سمت طولش اینو لوله کردن. چند بار این تکرار میشه؟ یه بار از سمت عرض، یه بار از سمت طول. آب بیارم؟ در گذشته نمد در بیشتر نقاط ایران تولید میشده و از مراکز عمده اون به چهار محال و بختیاری، مازندران، گلستان، کرمانشاه، فارس و اصفهان میشه اشاره کرد. در اصل هنر نمدمالی اغلب در روستاها و آبادیهای اطراف دریای خزر که مرطوب و بارانی مرسومه. بیشتر شهرنشین ها تفاوت میان قالی، قالیچه و نمد رو نمیدونن و حتی به اشتباه اصطلاح نمد بافی رو به جای نمد مالی به کار میبرن. علت اصلی این اشتباه هم میتونه این باشه که هنر نمد مالی تا به حال مانند هنر بافندگی قالی و گلیم و امثال اون بررسی و کتابی در مورد این هنر اصیل منتشر نشده. اگرچه به علت ارزانی قیمت نمد بیشترین مصرف کنندگان اون عشایر و روستاییان هستند، ولی نمد با نقوش زیبا و اصیل و رنگامیزی های دلپذیر از توجه هنردوستان و حامیان اصالت بومی این سرزمین نیز برخوردار بوده. Hey, down in the chimney.
بعد از دو سه ساعت این کار طاقت فرسا به نتیجه رسید و الان باید ببینیم که نمد چه نقش و نگاری به خودش گرفت. به خاطر تفاوت‌های زیاد در مناطق مختلف ایران، تفاوت‌های آب و هوایی و اقلیمی و قومی مختلف، هر جایی صنایع دستی خاص به خودشو داره و به شیوه‌های خاص خودشون هم این صنایع دستی رو می‌سازن. مثلا در بخشی از ایران وقتی که نمدمالی می‌کنن و تموم میشه نمدمالی، اون رو به روی آتیش می‌گیرن تا پشمای اضافی رو بسوزونن، ولی اینجا به هیچ وجه در آخر کار روی آتیش قرار نمیدن نمد رو و پشما رو نمی‌سوزونن. و باز هم یک تفاوت دیگه اینه که در اینجا بعد از اینکه نمدمالی تموم میشه در آفتاب نمد رو پهن میکنن و بعد از چند روز نمد رو برمیگردونن تا اون سمتش هم خشک بشه، ولی در جاهای دیگه کاملا در سایه این کار رو انجام میدن. در شمال ایران بسیاری از خونه هایی که ما میبینیم دارای سقف شیروانی هستند. در ترکمن صحرا سالهای سال هست که سقف شیروانی رو در زیر ناقدون یک لوله هایی رو کشیدن به سمت آب انبار. از این آب انبار برای فصول گرم سال که کم آبی یه خورده مردم اینجا رو اذیت میکنه، در اون موقع از این آب انبارها و آبی که در درونشون ذخیره میکنن استفاده میکنن. الان اگر نگاه بکنید سقف شیروانی از طریق ناودون آب رو به این سمت هدایت میکنه، این لوله های آب آب رو به داخل این آب انبارها میارن. با اینکه سالهای سال هست که اینجا لوله کشی آب هم دارن، ولی خب کیفیت آب لوله کشی به گفته خودشون به اندازه آب بارون نیست و آب لوله کشی شوره. این آب داخل آب انبارها داره کیفیت بهتریه و به گفته خودشون آب شیرینه. دو تا محصول یا سه تا محصول متفاوت در اینجا دیده میشه. درخت های توت و زیتون رو در کنار هم میبینیم. شاید تا چند سال قبل بعید به نظر میرسید درختی مثل زیتون در قسمت ترکمن صحرا بتونه رشد کنه و ازش محصول گرفته بشه، ولی تجربه کردن در این چند سال اخیر که درخت زیتون اینجا خوب رشد میکنه و به اندازه کافی میتونن ازش محصول بگیرن. اینجا هم درخت توته که این دوتا کاملا میشه گفت در اقلیم های مختلف شاید بتونن ازشون بهره بگیرن و ازشون محصول برداشت بشه. از ابتدایی ترین و اصلی ترین نیازهای بشر برای زنده موندن و یا زندگی بهتر با آسایشی بیشتر، خوراک، پوشاک و مسکنه که پس از تأمین خوراک و پوشاک، مسکن خوب و امن میتونه کیفیت زندگی بشر رو بهتر و راحت تر کنه.
مردمان هر قوم در طول تاریخ برای ساخت سرپناه از گونه‌های مختلف معماری بهره می‌بردند. در گذر زمان و در طول تاریخ مانند سایر عناصر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، شکل و ظاهر و مصالح مورد استفاده در مسکن هم در حال تکامل و بروز شدنه. الان داغ داغه. روی بدنه کوره‌ای نشستم که در زیر اینجا آتیش روشن میکنن و این هم دودکششه. در داخل این دودکش چوب‌هایی رو قرار میدن. بعد از مدت حدوداً یک ساعت اگر بخوان بهشون شکل بدن، روی این خرک بهش شکل‌های مختلفی داده میشه تا در داخل آلاچیق ازش استفاده بشه. کف این کارگاه پوشیده شده از آجرهای مختلفی که از دیوار گرگان برداشته شده. دومین دیوار بزرگ دنیا دیوار گرگانه که مساله اصلیش خشت و گله و از این مساله مخصوصا از خشتش برای ساختمان سازی های مختلف در ترکمن صحرا استفاده شده. خونه های زیبای ترکمن ها آلاچیق نام داره که ترکمن ها بیشتر بهش آقو یا یورت میگن. البته در بعضی نقاط بهش آقاج اوی یعنی خانه چوبی هم گفته میشه. علی آقا چقدر باید بمونه؟ تشکر آقا، تقریبا یه ساعت دیگه. یک ساعت باید؟ بله بله، یه ساعت وای بیسته درست میشه. آتشش هم نرمال روشن میشه دیگه. نه زیاد نه کم دیگه. زیاد هم بشه سفت میشه، کم هم بشه سفت میشه. میشکنه دیگه. چه اندازه باید باشه؟ آره اندازه دیگه، نرمال باید روشن میشه دیگه. که شکل دارین همینجور وای میسته دیگه. بله بله، عوض نمیشه. بله بله. آلاچیق از دیرباز مسکن ترکمن ها بوده، زیرا علاوه بر اینکه به بهترین وجه پاسخگوی نیازهای کوچنشینی اونها به حساب می اومد، در زمان کوتاهی برپا و برچیده میشه و حرکت و کوچ اونها رو آسون میکنه. علی آقای پند رفیق 10-12 ساله ماست. بیشتر از 10 ساله که با علی آقا آشنا شدم. تنها اوستاکاریه که در کل استان گلستان کار ساخت آلاچیق رو انجام میده به اتفاق برادرش. البته اکثر کاراشو خودش انجام میده. جای دیگه کسایی هستن که کار آلاچیق رو انجام میدن و آلاچیق میسازن، ولی اونها با فلز و آهن درست میکنن، علی آقا با چوب. بیشتر چوبایی هم که استفاده میکنه از درخت عرعره، ولی چوبای دیگه هم مثل آزاد و چوبای خرمالو اونها رو هم استفاده میکنه، البته خرمالوی وحشی. چوبای عرعر رو اول میتراشنش تا اندازه‌ای که خودشون میخوان و به شکل دلخواهشون در میارن. برای اینکه بهش فرم بدن داخل کوره میذارن اونو حدوداً یک ساعت. بعد از اینکه داخل کوره موند و گرم شد به این حالت به شکل میدن. اینطوری که میبینید قشنگ کنار این با فشار آوردن به این چوب به شکل خاص رو میدن. این هم الگوی ما از روی همون الگو هاشون دیگه. این الگوشونه دیگه. این جایی های که آنها سراخه اینا هم با پوست و شطار چیز میکنه دیگه. این سراخه هم که روش ایجاد شده برای اینه که پوست شطار رو میگیرن به حالت نواری در میارن و این جای بستشه که در نهایت لوزیمانن میشه. اینو باز میشه مثل آکاردئون و دور آلاچیق قرار میگیره. بودن 12 سال پیش که اومدیم پیش علی آقا در مورد یکی از اقوام ساکن در استان گلستان میخواستیم فیلم بسازیم که اولین بار با آقای پند در اینجا آشنا شدیم. یه سری عکس هم ازش گرفتم که اون عکس ها رو هم بهشون تقدیم خواهیم کرد. علی آقا پیر نشدی آقا، همون چیز جوون موندی. بله بله، خوش میگذره به گلده تو باب پای.
یعنی چی؟ گلدجی باوفا واسه آده پیر نمیشه دیگه. گلدجی یعنی چی؟ خانم دیگه. آها خانم. آره آره خانم خوبی داشته باشه پیر نمیشه. بله بله بله. ما نمیگیم آبی گلدجی. مثلا خانم برادر بزرگ ما باشه گلدجی میگیم. آها. کوچکتر باشه گلین میگیم. عروس خانم. گلین. گلین آوا. گلین همون عروس خانم میشه دیگه. گلین چیه؟ آره آره. این آره شنیده بودم. عروس خانم میشه. اید محمد نیومده امروز ها؟ اید محمد میاد الان میاد اون برای اون چیزا میاد همون خمه آه بزرگ بزرگ ستا ستا مود آره اسم اون چی بود یادم رفت ها اون چیز میگم بلزیک میگم بهش بلزیک؟ آره چه دایره این میشه بلزیک میگن آره این همون شبیه علنگوی دختره آره آره بلزیک یعنی علنگو دیگه آه یعنی علنگو علنگو بلزیک؟ آره بلزیک آره بلزیک بلژیک نه ها بلژیک میگم چقدر طول میکشه تا یه دونه آلاچیق آماده بشه ها چند روز طول میکشه ای تقریبا خوب روش کار کنیم تقریبا 20 روز 25 روز 20 روز آره ظریف کاری زیاد داره خیلی چقدر روز... پول چوبش میشه پول چوب فقط آه تقریبا یه تونه همون 350 تا 400 تومن. خیلی کار خیلی زیاد داره روش ظریف کاری دیگه. پول نمدش چقدر میشه؟ پول نمدش هم تقریبا نزدیک یه تومن. میشه 1500 چوب و نمد. بله بله. پوست شتر چی؟ پوست شتر قیمت نداره. نداره. اون همینجوری میگه. ارزان زیاد استفاده نمیکنه ما استفاده میکنیم. ما بهترین استفاده رو میکنیم روش. برای کفش و این چیزا به درد نمیخوره؟ میخوره. اکثرا از گاو استفاده میکنن. پوست گاو. چرم گاو چی بله اوکی برای چوپانا از که پوست شتر درست میکنه کفشای چرق میگیم دیگه بهش ما چرق آره قدیم کفشای قدیم چرق دیگه آره کفشای قدیم با کلون دیگه با پوست شتر چیز میکنه درستش بکنه آلاچیق کوچکترین واحد ترکمن هاست، یعنی اینکه یک خانواده ترکمن در اون جای داره. هر آلاچیق معمولاً با قرار گرفتن در کنار سایر آلاچیق های خیشاوندان یک اوبه یعنی روستا رو تشکیل میده. شکل هندسی قرار گرفتن آلاچیق ها مبین روابط اجتماعی افراد ساکن در آلاچیق ها بود. اویها یا آلاچیق های همسایه قریب به اتفاق خیشاوند بوده و دارای مراتع مشترک هستند و دام های اونها در یک گله چرا می کنند. معمولا فاصله اوبه ها بر اساس ظرفیت مراتع تغییر می کنه. فاصله اویها نسبت به یکدیگه و محل قرار گرفتن این آلاچیق ها می تونه مبین این باشه که وابسته به کدوم طایفه هستند. اسمم دارن یا؟ نه؟ اسم بذار بستشون دیگه میکشون تیزه ها ولی چرا خار نداره پاش؟ مرغه خب این خروسه این چرا نداره؟ کوچیکه دیگه خب بابا جان اینجا باید نوکش یه چیز داشته باشه اینجا کوچیک باید یه خار کوچیک داشته این مرغ ها؟ این قد بزرگ باشه این مرغ ها؟ مطمئنی؟ این دو روز دیگه تخم میذاره متوجه میشه یه مرغه چه خروس باید خار داشته باشه پاش؟ نیش صافه صافه ببین هیچی نداره مرغه اون موقع میفهمی میگی که ای درست میگفته اون چقدر این بالش خوشگله اون نداره همین اینقدر مشخصی که خروسه ها تخصصی ببینه اون چه رنگی داره پشتش عجیبه جا خوشگله اون از تخم نذاشته اون بچه هست ها کوچیک خیلی این چند وقتشه؟ نمیدونم کوچیکه مگه مال خودت نیست؟ خودمه خود چند وقتشه هم نمیدونی؟ یک سالش شده؟ پنج ماه پشت صحنه تقلب رسوندن میگم پنج ماهشونه اینا رو بلش کنیم ها؟ بلش کنیم؟
آره. سه، دو، یک. شیفتتون الان عوض شد، الان شما اومدید. علی آقا خسته شد. خیلی خوش شد، نه خیلی داغ شد. داغ، یه مقدار داغ بشه هم خراب میکنه چوب. دیگه تیکه تیکه پیش میری که بیشتر درست بگیره. این چرخ گاری هم با اینجوری درست میکرد. این همین، اینجا گاری درست میکرد یه پیرمه. همینجوری میچرخیم بشون دیگه. همینجوری مثلا با آب گرم میکردن، آب بخار آب میبختن، این چرخ چیزی خم میکردن. قشنگ دایره. چقدر این جالب، اصلا فکر نمیکردم چرخ گاری رو هم اینجوری قرصش میدادن. به صورت دایره‌ای در میوردن. عجب چیزی اونم. دیگه اونا جمع شده دیگه. آره، این مرد مرد دیگه. اینم من تا همون ترکمن سهرا، اینم من همون از پدر این یاد برده دیگه. بله اینم دیگه گم میشد دیگه. شما آخرین نفر هستید؟ آره، آخرین نفر هستم دیگه. آلاشی ترکمن‌ها به صورت دایره‌ای و به همون سبکی که در میون عشایر مغولستان رواج داره با استفاده از چوب و پوشش‌های از نمد ساخته میشه. آقوی آلاشیقیه که دارای اسکلت چوبی، تارم، اوغ و توینوک است. تهیه و ساخت این نوع مسکن مخصوص اعیان و اشراف بوده و افراد ثروتمند قادر به تهیه اونن. من میکشم، خودت ببند بس. باید یه نفر اینه، باید هول بوده دیگه. من هول میدم. یه مقدار نشکنه دیگه آلمانی. باید اون اندازه اون چیز اون بیا. بیش کنه مزد من رو نمیدونم. نه بابا آلم. جانت سلامت باشه. چی میگی؟ نه بل کن الان. بکنم؟ این دیگه اصلا تکان نمیدونم. چقدر باید بمونه؟ تقریبا چهار روز، پنج روز میمونه. پنج روز. آره. بعد باز میکنی دوباره قوسش میدی؟ آه نه، بعدا دیگه به هم دیگه وصل میکنیم دیگه. یعنی آخرین قوسش هم؟ آره. بعدا دیگه به هم دیگه وصل دایره میشه دیگه. این تیرکمن شد دیگه. آره، این تیرکمن. آره دیگه. همون مردای چیز قدیمی ها از هر چیزی رو رو گرفتن دیگه، از هر چیزی. نه هش، آره دیگه. آره. پوست و شطور رو میدنیم، بجای میخ استفاده کردن. آره میخ نداره این قدیمی ها. ما الان به همین دایره یه مقدار میخ میزنیم. اول قدیمی ها میخ نداشت اصلا. متاسفانه صاحب این خونه گفتن که چند وقتیه که از دار دنیا رفته و فوت کرده یه خانومی بوده. یه مشخصه دیگه هم این خونه ها داشته اینه که در اغلب خونه ها دیوار در اطراف خونه نمیبینیم و خونه ها بدون دیوار بودن. حریم خاصی در میون خونه ها وجود نداشته. یک حرف خیلی جالب اینه که من شنیدم، هر جایی دیوارها به هر ارتفاعی که میرسند، هر چه ارتفاعشون بالاتر بره، مهر و محبت و دوستی و رفاقت در میون ساکنین این خونه ها کم میشه. اینا یک کمی کلوفته، باید یک کمی از قسمت هستون باید بریده بشه تا از این چیزا رد بشه دیگه. بخاطر همون فقط هم از پوست شطور استفاده میکنم. بله، پوست شطور نازکتره دیگه. این الان آماده. این هم چیز ماهی، این سوزن مانند دیگه سیم. از اون بر میکشیم. آره.
پوست شتر از کشتارگاه آقلا میگیری؟ نه 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 ها. هر سال عید قربان همینجا تقریبا 5-6 تا شتر میکشن همسایه ما. بد نشو آقا. او یعنی خانه سفید. در این نوع آلاچیق که به علت تازه و نو بودن از نمدهای پشمی سفید استفاده شده و نمایی سفید و روشن داره به اون آق اوی یعنی خانه سفید میگن. اما به مرور زمان نمدهای پوششی سفیدی که در داخل اون قرار داره به علت روشن بودن اجاق با دود سیاه میشه که بعدش اون رو غر اوی یعنی خانه سیاه میگن. خیلی بوی عجیب غریبی داره. یا بدبون است خوی. شما بابا خیلی این بدبو نیست؟ نه با بهترین بوه. چه دست تو بونه؟ خوبه؟ من کسر عادت هم. عادت داری پس میگی بهترین بوه. من سالی چند تا بهتون سفارش میدن حدوداً؟ فکر کنم 10 تا هست. 10 تا؟ آره. کمه. من شما هیچ کسی دیگه از شما یاد نگرفت. اما فقط شما دوتا برادری؟ بله بله هیچ کسی یاد نگرفت. شاگردی نداری؟ نه. چند سال ازت کوچیکتر ادو آمد؟ تقریبا نزدیک 5 سال. 4 سال 5 سال. 4-5 سال. آره. اون اول از پدرت یاد گرفت ها؟ بله ایت نمت یاد گرفت. آره. اوستا اونه فعلا؟ اصل اوستا ایت محمده. ما نرچه داریم از ایت محمد گرفتیم دیگه. قبلا دامداری میکردیم دیگه اینجا قابداری داشت. نمیرم اون یکی رو باز کنم ببینم. باش. اون چه شکلی در میاد؟ آخر این میشه اون دیگه. بله. ببینم. من عاشق بله بله گفتنه. این همون تارم هست. تارم بهش میگن ترکمن ها. و باید حدوداً 4 تا از اینها به هم دیگه وصل بشه تا یک آلاچیقی به قطر 5.5 متر ساخته بشه. اکثر آلاچیق ها استانداردشون 5.5 متر تا 6 متر هستن. آلاچیق هایی به قطر 3.25 متر هم داشتیم و بزرگترین آلاچیقی که آقای پن و برادرشون درست کردن به قطر حدوداً 7.5 متر بوده. اون بستاییه که با پوست شتر درست کردن. هنوزم بو داره. علی آقا میگه که این گوش میره ولی از بوی دست من کمتر. بازش کنیم ببینیم. این به این شکل میشه دیگه. در بازتر از این 4 تا هم وصل میشه. من خیلی بازتر از این میشه بست. 4 تا هم وصل میشه تا به قطر 5.5 متر برسه. آقا نشون بده. حالا من اینطوری باز می‌داره. هر چقدر بازتره تقریبا این قطعی باز میشه. اینقدر باز میشه کلش. بعد این کمال میاد روش. همین کمال. همین کمال. یک میل بالا یک کمی. تا اینجا باید پوست برمی‌داره. تا اینجا. اینجا بین می‌بنده دو تا شاخ. اونم با پوست شتر می‌بسته. نه. با آلاجه می‌بنده اینو. این هم آلاجه مال پشم گوسفند می‌بافنش. بله. پشم گوسفند هست، پشم شتر هست. آقا هنگ کی میگه الان بو از این میاده؟ از این نمیاد، از دستت میاد. نه دست من نمیدونه. حالا نگاه کن. بو کنی بو نداره این ویژانه. کم داره. میاد از پای میاد، از دستت میاد. ها تو تمام نشد. اصرار داره. ای باورتون بوده. از پایین میاد چه؟ نداره. اینم تارم ها. خیلی نه. چه دو نقطه تارم. تارم. تارم میشه اما برنج تارم میشه آقا. تارم. چه دو نقطه تارم. 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 دو بار من عکاسی کردم از علی آقا و خانوادش و این عکس رو بعد از مدت آوردم که بهشون بدم. نظر علی آقا چیه؟ به دست درد نکن آقا. بایدش میکنم علی آقا، اد محمد، مهربان خانم آره. طبیعی افتاده. کی گرفتی؟ همون موقع مادی؟ این که مال 12 سال پیشه. خوبه. تشکر آقا. بایدش میکنم.
مهربان خانم میبینی؟ آره، اون موقع راه میرفت. راه میرفت بنده خدا، الان زمینگیر شده. این آقای پیرامون. آره. خوبه، خوبه. من هم پیر شدم، نه؟ نه، نه، جوان یا جوان من، اصلا فرق نکردیم. دوسته. این یوسف دایی. یوسف دایی، ایشون کیه؟ این آنه دایی، آنه. آنه. صاحبه همون چیز دیگه، دام داریه. بله، خوبه، دستت در نکره. تشکر آف. قابل نداشت. خیلی ممنون. از دیرباز یکی از اصلی ترین مشاغل ترکمنها پرورش شتر بود که به نسبت گذشته این شغل از رونق افتاده و چوپانها تمایل زیادی به ادامه این کار ندارند. نوع خاصی از شترها که در ترکمن صحرا وجود داره شترهای یک کوهانه هستند که به نسبت نژادهای دیگه دارای شیر بیشتری هستند. غریبه دیدن؟ ما غریبه این وحشی شدن. من شانس بودم کاپشن قرمز خودمون در آوردم. بخوری بکش بالا. رگت باز میشه. بکش بالا. یه موقع نه بابا اگر ناراحتی قلب داشتی باز بکنه. همینجوری؟ همینجوری داغ بخوره. بخور. خب بخورم. اولین بار اینقدر شیر داغ داغ میخوام بخورم. بخور. اندازه یه لیوان بخور. خیلی بخورم. رکات باز میکنه. اصلا رکات گرفته باشه باز میکنه. همون گرمیش. خوردی؟ دست شما درنه. بچه بعدا شما بعدا بخوریم. حالا بچهشو داره باز میکنه نه در دوشیرشو میخوره. بعد اینکه خودشون دوشیدن این گردن بچه تناب بسته بودن بچهشو باز کردن در دستش میخوره. دو بار در روز شترها رو میدوشن، یه بار صبح و یه بار هنگام غروب که الانه. نمیذاره بچهش هم بخوره. میخوره. نه فاصله گرفتن؟ نه فاصله میگیرم. خوشکه میبرم اونجا. چه های. گش. نمیذاره ازش فاصله بگیریم که در امنیت بخواد بچهش شیر بده. جالبه بدونیم شتر بومی این منطقه در دوران شیردهی که حدوداً بیش از یک ساله بالغ بر یک تن شیر تولید میکنه. شاید به خاطر بهره‌گیری از روش‌های سنتی در پرورش شترها و عدم عرضه صحیح محصولات وابسته به این نوع دامداری، دامدارها هم گرایش زیادی به این شغل ندارن و در کنارش به خاطر عدم آگاهی از مزایای بسیار ممتاز این محصولات، مردم هم به سراغ استفاده از این فراورده‌های با ارزش نمی‌رن. بچه شطوره تازه شروع کرده بود به شیر خوردن که ازش جداش کردن، از مادرش جداش کردن، آوردن این بر که خودشون اول بدوشن و بعد رهاش کنن که بره شیر مادرش رو بخوره. هه؟ وا. هه. واقعا نیمه وحشی ها. هر لحظه امکان داره بیاد سمت من. هه؟ وا. هه. هه. نه چوبه دست دیگه
روی خوردن بدوشیم بس. مادره ناراحت شده میگه بس دیگه این بچه هم بپسیم میشم بیاد چیه بخوره. برای دوشیدن زنه میاردم تفش شد دیگه از این ناراحت میشه. میخوره شیر؟ Şemirdana namart mert yerin neyi durmanı bilmez. Bir kadar kardeştan ay ay yegidir bir gene halını çık diye sormanı bilmez. Hep bir kişi yanı yar, çeker nesipler. Hülü kulak koymadı, dostlar hediplir. Hep bir içinde gidene yar, cevi tevipler. Allah mullul alır, dirmanım bilmez. Mihman saklamaklık yar, mirdin işidir. Unutin mirmediği akmak kişidir. Hep fırsatlığın adam yar, mehek daşıdır. Namart adam yine himranı bilmez. Absolutely.